همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ماست. شاهد، مواضعی که گروه های حالا نیابتی جمهوری اسلامی گرفتن در این مدت چقدر بر روی روابط خود این گروه ها با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و چقدر بر روی کسانی که طرفداری میکنند از وجود این گروه ها در داخل ایران؟ محمد، به نظر میرسه که جنگ اخیر اسرائیل با حماس عملا موقعیتی بحرانی برای جمهوری اسلامی درست کرده. موقعیتی بحرانی به این معنا که این گروه ها در سالهای اخیر، گروه های متعددی که درگیر بودن در تأمین منافع جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه، مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، مثل لبنان، در واقع فلسطین یا نوار غزه، و البته مثل جای مثل جمهوری آذربایجان، تلاشی که برای افغانستان از خیلی دوره قدیمتر در زمان جنگ علیه کمونیست‌ها و روسیه در زمان اشغال افغانستان داشت، در بعد از در واقع فروپاشی شوروی تلاشی که برای نفوذ در قفقاز کرد، یعنی این سیاست‌ها تاریخ طولانی داره. میشه گفت یکی از نقطه عطفای مهمش همین مسئله جنگ اخیر هست، چون به نظر میسه این گروه‌ها که براشون هزینه شده در حدی که مثلا کسی مثل در واقع شیخ کرم الکعبی، رئیس جنبش نجبا، میگه تأسیس ما اصلا کار قاسم سلیمانی بوده. جنهای دیگری عملاً اذعان به این میکنن که تمام هزینه هاشون، از خورد و خوراکشون، تأمینشون، مسکنشون، بهداشت و درمانشون، سلاحشون، عیاب ذهابشون از طریق ایران تأمین میشه. انتظار داشتن که در موقع بحرانی جمهوری اسلامی از ابزارهای دیگرش هم مثل نفوذ سیاسی و نظامی استفاده کنه برای اینکه پشتشون رو خالی نکنه، وقتی که عملاً این نیروهای نیابتی معنای بازیچه دست جمهوری اسلامی ایران هستن. طبیعتاً نیرویی که جمهوری اسلامی درست کرده، براش هزینه پرداخت کرده، بزرگش کرده، تأمینش کرده، هزینه ارتباط با این نیرو رو پرداخت کرده، فارغ از این که چقدر اون نیرو یک نیروی مزدور شناخته میشه و متناسب با پولی که دریافت میکنه وظیفش رو در قبال ایران جمهوری اسلامی انجام میده، انتظار داره جایی هم به خاطر اینکه نیروها نیروهای ایدئولوژیکی هم هستن، صرفا مزدور در معنای اینکه پول میگیرن آدم بکشن نیستن. اینا باورهای سیاسی و اعتقادی هم در پیوند با مسئله در واقع اسلام و البته مذهب شیعه در ایران دارن. وقتی بدنشون که خیلی بیشتر، بله طبیعتاً جدا از رهبری که حالا من خودش دنبال میکنه، وقتی جمهوری اسلامی در چنین مقطعی اینا رو جا میذاره، مثلا تنهاشون میگذاره، که ما دیدیم در صحبت‌های برخی از رهبران حماس در بعد از اینکه براشون مشخص شد که حزب الله حاضر به گشودن جبهه جنگ واقعی نیست و گروه‌های نیابتی دیگر هم درگیر نمیشن معنای واقعی، صرفاً یک سری ادعا و حرف هست، عملاً درشون تردید درست شده. یعنی وقتی یک نیروی باوری سیاسی داره، باوری عقیدی در مورد یک عملیات داره برای یک نیروی خارجی، فکر میکنه دارن با هم یک هدف مشترک رو تعقیب میکنن. زمانی که در لحظه بحرانی اون در واقع نیروی مادر پشت فرزندش رو خالی میکنه، این اعتماد از بین میره. جمهوری اسلامی هر چقدر هم هزینه کرده باشه و باز هم بکنه، این دور از انتظار نخواهد بود که بعد از این پایان جنگ اسرائیل و حماس، بعد از پایان این جنگ با هر نتیجه که پایین پیدا بکنه، نیروهای نیابتیش ازش فاصله میگیرن، چون حساب میکنن با کسی پیوند بسته بودن، روی در واقع شرایطی حساب کرده بودن که در موقع نیاز غایبه. اما در مورد صحبت‌های امیر عبداللهیان فکر می‌کنی که چقدر طرف‌های خارجی جدی می‌گیرن حرف‌های او رو؟ طبیعتاً جدی نخواهند گرفت. در واقع من اشاره کردم به موقعیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران. ما می‌دونیم در سیاست جهانی این چیز عجیبی نیست که کشورها روی نیروهای سرمایه‌گذاری می‌کنن، کم و زیاد متناسب با در واقع وجه دموکراتیک اون کشور در داخل و امکاناتی که در سیاست خارجی داره، تلاش می‌کنن نفوذ بگذارن. در مورد جمهوری اسلامی ایران، وقتی عبداللهیان میگه این نیروها نیروی مقاومت، نیروی ما نیستن، یعنی سپاه قدس، معنی نداره، یعنی هیچ، یعنی این صرفاً با نگاه به همین گذاره، اگر این نیروها نیروهای جمهوری اسلامی نیستن، سپاه قدس چه کار است؟ قاسم سلیمانی شغلش چی بود؟ حضور نیروهای سپاه قدس در جریان سرکوب خونین مردم سوریه که دست کم 500 هزار کشته به جای گذاشت، خبر از نیروهایی میده که با اراده جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، همین جنبش نجبا که بهش اشاره شد، در حزب الله لبنان به طور گسترده، اون بخش در واقع شیعی جنبش جهاد اسلامی که سال 2004 تموم شد، جدا شد از جهاد اسلامی و 2019 دوباره عملا از بین رفت، حماس جمعش کرد، جنبش صابرین، همه اینها حضورشون در سوریه، دست اندازی هایی که در عراق میکنن، هشت شعبی، نیروهای گروه مختلفش که خیلی هم زیادن،
و حزب الله کاری که در لبنان میکنه، همه اینها خبر از این میده که در واقع نیروهایی هستن که در پیوند با منافع مشخص مالی، سیاسی و البته پیوند ایدئولوژیک در خدمت ایرانن. سپاه قدس اساساً کاری جز این نداره. به این ترتیب این حرفا رو به گمان من در ادامه همون تبلیغاتی میبینن که جمهوری اسلامی با هدف حالا بازی دیپلماتیک از یک طرف در خارج و در داخل به یک معنا به قانع کردن یا نشون دادن شیوه‌ای از بازی برای هوادارانش اجرا میکنه. اما در عمل وقتی فشار به ایران زیاد میشه، جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه، هم به حزب الله اجازه دخالت نمیده، هم به نیروهاییش که در عراق داره اجازه حمله نمیده. هر جایی هم که اشاره‌ای کرده دستشون رو باز گذاشته برای حمله به منافع آمریکایی‌ها، وقتی آمریکایی‌ها جدی برخورد کردن، همه سلاح غلاف شده. در واقع اونها به معنای دقیق کلمه نیروهای مزدوری هستند که با اراده جمهوری اسلامی در شطرنج بازی منطقه‌ای حضور دارند.